حیرت نوع مقام عرفانی محسوب میشه. شما زمانی که از حالات میگذرید، از بروغ و حالات و خوابها و از این چیزهای که برای سالکان کم رمق و کم رتبه هستند، بالا میرید، میرسید به عالم مقامات و مقامات مقام شما هستند، از شما گرفته نمیشن. شما بعد از اون دیگه مقامهای بالاتر رو میتونید تجربه بکنید. حالات ممکن از شما گرفته بشه. حیرت جزو مقامات شماست. یعنی شما مقام حیرت میرسید، متحیر میشید. شما در مقابل خب شق فلسفی حیرت رو دارید، آموزه مهم ارسطویی رو دارید و البته سقراطی به شما میگوید که نقطه شروع معرفت حیرته. اینکه شما باید حیرت بکنید از چیزی، از عدم تجانس یا نوعی در واقع تضاد یا شگفت زده شدن از امر نو تا بتونید در بابش بیاندیشید. من با اون شق یونانیش و مسائل فلسفیش کاری ندارم. جالبه که شق سومی رو هم از حیرت در همین تزهایی در باب مفهوم تاریخ والتر بنیامین نشان میده که خیلی بسیار مهمه. با اون هم فعلا کاری من ندارم. اون حیرت رو به عنوان یک حیرت ایدئولوژیک بنیامین محکوم میکنه. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که در جایی که شما شعر فارسی رو دارید، یعنی زمانی که دیگه این شعر سابجکتیو شده، این شعر دیگه اصلا دیگه کلا شعر عرفانی است به نوعی، حیرت رو به سان یکی از مهمترین دستاوردهای معنوی خودتون در این شعر تقدیس. در مقابل دوستان، آن چیزی که پس زده میشه یا آن چیزی که در مقابل این حیرت ترد میشه، حسرت. یکی از ویژگی‌های این که شما در مقام یک عارف یا یک سالک یا یک شاعر، شعر، کسی که در شعر فارسی دارای اشعاری هست، دیوانی هست، حیرت رو به شعرتون راه میدید یا حیرت رو به عنوان یکی از مقامات قابل ستایش مطرح میکنید، اینه که شما در مقابل امری قرار دارید که این امر رو بیشتر از توان فکری و ظرفیت دریافت و درک خودتون میبینید. شما با مسائلی مواجه هستید که اینها از شدت نو بودن، بزرگ بودن و بیرون از ظرف ادراکی شما قرار داشتن سبب حیرت شما میشن. زمانی که بین شما و این پدیده ها که عموما پدیده های معنوی هستند، مربوط به عالم مکاشفات هستند نه معاینات، اینها اینطور نیست که شما جهان رو ببینید دچار حیرت بشید. نه، این حیرت قهرن حیرت عرفانی است. فراموش نکنید داستان معروف رابعه ادویه و خادمش رو، که خادم بهش میگفت که ای بانو بیرون آی تا سون بینی، هم نشان حیرته که تعجب بکنید چقدر زیبایی، بهار آمده، فرزند درختان سبز شدن، بیرون آی تا سون بینی. اون در جوابش رابعه میگه که تو درون آی تا صانع بینی. مسئله اینه که یه چیزی متفوق دارد، رجحان دارد بر حیرت بیرونی. این حیرت یک حیرت سراپا عرفانی و درونی است. و در واقع الان میگم چطور در تقابل با حسرت قرار میگیره. یک اعتبار در اینجا مهمه و آن این که شما در معرض سوژه حیرت کاملا منتزع هستید از آنچه میبینید. شما در مقام یک مشاهدگر قرار میگیرید، کسی که ابزرو میکنه دقیقا قضایا رو و نه بیشتر، فقط نظاره میکنه. آیا در حسرت اتفاق دیگه ای میفته؟ شاید به ظاهر نه، اما خواهم گفت که چرا درون اون یک هستی ماتریالیستی مستعد رهایی بخشی وجود داره. شما در حیرت عموما نسبت به یک پدیده عرفانی، یک مکاشفه عرفانی، یک مقام دچار نوعی تعجب میشید یا به تعجب واداشته میشید که این تعجب فی نفسه در مقام نوعی عبادت محسوب میشه. یعنی اینکه به محض اینکه شما حیرت میکنید از چیزی، این حیرت شما رو بر این میدارد که خالق این چیزی که شما ازش حیرت کردید بسیار بزرگه و این رابطه خود به خود رابطه ساجد و مسجود و عابد و معبود، این رابطه رابطه شمای عبادتگر و خداوند هست. حسرت اینطور نیست. حسرت پرسش از نوعی امکان هست که در حیرت وجود نداره. شما در حیرت از یک امکان دیگر،
از یک امکان آلترناتیو نمیپرسید، اما در حسرت این کار رو میکنید. حسرت به یک معنا دوستان اصلا مقام عرفانی محسوب نمیشه. حسرت اتفاقا مذموم داشته میشه در گفتار عرفانی، و به همین دلیل هم هست که آن چیزی که در شعر فارسی به نفع حیرت همیشه کنار گذاشته میشه مفهوم حسرت. حیرت رو میپرستن خیلی جاها، ولی حسرت رو مذموم میداره، یا از کنارش میگذرن، یا نه حسرت رو به نفع حیرت قربانی میکنن. همواره حسرت چیزی را خوردن به معنای حسرت آن چیزیست که وجود نداشت. شما در مقام کسی که حسرت میخوره، متحسر میشه از چیزی، شکل رابطتون رو با اون چیز متفاوت تعیین میکنید. مختصات رابطتون متفاوت میشه از زمانی که درگیر حیرت میشید. شما زمانی که وارد فرایند حسرت میشید، این اتفاق براتون میفته که میپرسید از امکان چیزی که میتونست اتفاق بیفته ولی نیفتاد، یا نه برعکس از امکان چیزی که اتفاق افتاده ولی میگید کاش که اتفاق نمیفتاد. خواندن رادیکال و انتقادی تاریخ همواره خواندنی است مبتنی بر حسرت نه حیرت. یعنی شما زمانی که ورق میزنید تاریخ رو، میرسید به این که کاش عباس میرزا آن کار رو نمیکرد، کاش قائم مقام یه ذره اونطوری میکرد، کاش امیر کبیر فلان طور، مصدق ای کاش اون اشتباه رو نمیکرد، ای کاش دکتر فاطمی یه خورده سر فلان چیزش پافشاری بیشتر میکرد، ای کاش اون یکی فلان کار میکرد، ای کاش. تمام این حسرت ها یعنی به صحنه آوردن گزاره ها و گزینه هایی از تاریخ که محقق نشدن، و شرط درست خواندن تاریخ همینه. شما تاریخ رو تنها در مقامی میتونید درست بکنید، تنها در حالتی شما میتونید تاریخ رو به شکل دقیق و حقیقی خودش بخوانید که اون رو همراه با تمام گزینه‌هایی بخونید که محقق نشده، و این گزینه‌ها رو همانقدر ضروری و واقعی بخوانید که اون تک گزینه به وقوع پیوسته، اون رو میخونید. تمام گزینه‌های دیگر هم مثل اون بخونید. شما در چنین حالتی است که حسرت رو جایگزین حیرت میکنید. حسرت امکان دخالت فعاله، مطالبه آلترناتیوه. حسرت پیوند میخوره با تخیل، و تخیل فی نفسه در این وضعیت سیاسی است. خیال کردن هم به سیاسی است، به این دلیل که شما زمانی که تخیل میکنید، تخیل چیزی را میکنید در وضعیت، و تخیل چیزی رو کردن در وضعیتی به معنای اینه که یا آن چیز رو شما نمیخواستید اتفاق بیفته ولی افتاد، یا برعکس. حسرت خوردن یعنی حسرت چیزی رو که در جایی که نیست خورده، یا حسرت نبودن چیزی رو در جایی که هست خورده، و این حسرت اصلا عرفانی نیست، و این حسرت اتفاقا سوژه غالب گفتار سابجکتی به شعر فارسی، سوژه دیگر، سوژه ای که حسرت رو بر حیرت ترجیح داده. سرکوب شده یه شعر فارسی به این معنا نیست که این کلمات اصلا حضور ندارن. سرکوب شده ها به این معنا نیست که اینها ابتر، نجس یا کثیف فرض شدن. آن چیزی که ما طرد شده و سرکوب شده نامیدیم به این معنا نبود که لزوما همواره یک سری نیروهای ذهنی درون شعر فارسی پا گرفته یا ساخته شده که ضد این سرکوب شده ها دارن عمل میکنن. نه، ما از افق تفکر انتقادی که دو ویژگی دارد، نقد میکند منفیت هر چیزی رو، منفیت سرریز شونده هر چیزی رو، دو میگرده دنبال الگوها، پارادایمها، نمونهایی در دل تاریخ برای رهایی بخشی، برای نشانی به رهایی، درست جایی که سیستمها، ایدئولوژیها، سرمایه‌داری، قدرتها همه چیز رو در تحت قبضه در آوردن، و دست میده به قرائت دیگری از تاریخ. تاریخی خواندن شعر فارسی، تاریخی خواندن شعری که لاجرم به این اعتبار رابطه شما باید باش رابطه روانکاو با مراجع باشه، بهش اجازه بدید تا ناخودآگاه خودش رو بیرون بریزه. ناخودآگاه خودش، ناخودآگاهی که ضبط و ربط شده تحت عنوان حافظه های زبانی، ساختار زبان ساختار ناخودآگاهه. و برعکس شعر فارسی هم تاریخ غالب داره،
عشق در شعر فارسی، خدا در شعر فارسی، طبیعت در شعر فارسی. اما اتفاقا به این اعتبار که این مفاهیم کارکردشون کارکرد رهایی بخش باید باشه، اگر از انسان میگوییم نه انسان یکی از گله، بلکه انسانی که به ماهو انسان خصلت انسانی خودش رو در واقع در درون این شعر بجوید. اگر میگوییم شهر، نه اینکه شهر نبوده، اون وجه سرکوب شده شهر از بدن به همین صورت، از سیاست، از اینکه چطور حکمت جایگزین امر سیاسی میشه و چطور فقدان سیاست درون این شعر بیداد. و اتفاقا در غیر سیاسی بودن خودش مهمترین موضع سیاسی خودش رو نشون میده که چطور مبتنی بر حکمته و مبتنی بر حکمت بودن چگونه پا میده به گفتار عرفانی که به خمودگی بکشونه قسمت زیادی از جامعه رو یا پتانسیل های اجتماعی رو. از مفاهیمی مثل حسرت نشان دادیم که بعضی از طرح ها از طریق زیاد گفتن در واقع نادیده گرفته میشن، از طریق همه چیز گفتن جز آن چیزی که باید گفته بشه. و این مفاهیم در پیوند همدیگه رو پیدا میکنن دوستان، به واسطه اینکه از شعر بیرون گذاشته شدن همدیگه رو دارن پیدا میکنن. ما حاصل بیرون گذاشته شدن این نیروها، بیرون گذاشته شدن خود شعر از شعر، خود شعریت، تا آنجا که شعر بشود دنبال روی وحی، تا آنجا که شعر بشود رسانه جذابی که مضامینی رو منتقل بکنه، خود شعریت رو بیرون بذاره و استثناهایی که تک و توک به شعریت شعر واقفند مثل حافظ یا مثل اون بیت عجیب ناصر خسرو، من آنم که در پای خوکان ندیزم مرین قیمتی لفظ در دری را، یا استثناهات دیگری که به شعر، به ما و به شعر دارن نگاه میکنن، نه به عنوان یک بلندگویی برای گفتن چیزهای دیگر.